با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه. از اینکه یک روز دیگه با خوشمزه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم بسیار خوشحالم. امروز سوپک خرمایی رو میخوام درست کنم که یک شیرینی بسیار ساده و سرشار از مواد مغذی هست و میتونه برای بچه ها یک شیرینی مفید و بسیار خوبی باشه. با ما همراه باشید. آرد ذرت، آرد برنج و کره. خرما 20 عدد که من هسته اینا رو همه رو جدا کردم و همچنین آرد گندم. کنجد، گردو، پودر نارگیل، پودر پسته به میزان لازم و به دلخواه میتونید یکی رو به استفاده کنید یا حالا اگه همه رو دارید. گلاب و همچنین روغن. ابتدا آرد برنج و آرد گندم من ریختم روی حرارت کم، بسیار باید حرارت ملایم باشه. اینو تفتش میدیم و حدود 2 دقیقه بعد آرد ذرت رو من بهش اضافه میکنم. بعد اینو تون تون با هم به هم بزنیم که آرد یک دست تفت داده بشه. وقتی بوی آرد به اصطلاح بوی عطر خوب آرد که سرخ میشه در اومد، ما روغنش رو بهش اضافه میکنیم و همچنین کره رو و این رو مجددن مهمش میزنیم تا کمی این آردهای ما سرخ بشه. عزیزان اگه دوست داشته باشن میتونن یه آرد گندم رو به تنهایی استفاده کنند، حالا یا آرد برنج. اگر آرد ذرت در دسترس ندارن میتونن این رو حذفش کنن. باید کمی حوصله به خرج بدیم که آردمون نسوزه. الان من توی مرحله زنجبیل بهش اضافه میکنم و خرمایی که هستش رو گرفتیم از قبل. اینو مجددا تون تون با پشت حالا کفگیر یا همین قاشقتون به هم بزنید تا کاملا مواد با هم ترکیب بشه و توی این مرحله دیگه گازو خاموش میکنیم ما. خب ببینید اینو من کاملا دارم هم حالا داغی که داره اینو میکوبمش تا کاملا با هم ترکیب بشه این مواد، یعنی خرما و آرد. یه مقدار گلاب می‌ریزم که اینم باز اگه دوست داشته باشید می‌تونید نریزید، ولی گلاب چون عطر خیلی خوبی میده و از نظر خاصیتی هم که خاصیتش بسیار بالاست. این موادی که ما آماده کردیم حالت خمیری شد رو نگاه کنید، الان هم توی در تصویر می‌بینید مقداری می‌ریزیم داخل نارگیل و اینو به صورت توپ در می‌یاریم به این صورت. برای اینکه رنگی بشه و به خصوص عزیزانمون بیشتر خوششون بیاد میتونید از مواد مختلفی که حالا در منزل دارید مثل کنجد، مثل پودر پسته یا حتی گردو، نارگیل میتونید استفاده کنید، زیباتر هم میشه. به همین صورت تمام این موادی که ما درست کردیم و داخل دست فرده ببینید به این صورت داخل پسته معلوم دارم میدازم به صورت توپ درست میکنیم تا تمام اینها تمام بشه. همراهان عزیز خسته نباشید، اینم از توپک خرمایی ما. این شیرینی بسیار مفید هست، حتما درست کنید به خصوص برای فرزندان دلبندتون که معمولا بچه ها زنجبیل و یا خرما رو خوب نمیخورن و میتونید شما این شیرینی رو درست کنید و روی میزتون قرار بدید تا به راحتی بچه ها بتونن اون رو میل کنن. اگر این رو درست کردید حتما تجربتون رو برای ما به اشتراک بگذارید، بسیار خوشحال میشم که از تجربه شما استفاده کنم و همچنین اگر از کانال ما خوشتون اومد لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید. اگر سوال دارین برای من کامنت بزنید، حتما در خدمت شما عزیزان خواهم. بدرود تا خوشمزه دیگر.